درود بر شما، خوش آمدید به 109مین برنامه خش و پش. کاوه اکبری هستم. تا انتهای برنامه اگر دوست داریم خودم همراه باشین، اگر نداریم هم مجبور نیم، میتونیم چینل حلش کنیم. این سری اوله که من برو ساخو بذارم برو میز برنامه اجرا میکنم و عادت ندارم. احتمال داره که من که نوع گپ زدن و این چیزا که من که تغییر کنه تخته. من نمیفهمم چرا این چیزایی همیته میگیم از حال برای 20 سال بعد خب پلان برس، اینکه فقط میگیم ما دیگه همیته 100% تا 20 سال دیگه زنده. بعد از اینکه دل خور خوش کنیم یک انشالله هم با امید خدای هم میگیم. در صورتی که مرگ 99% هر لحظه امکان داره اتفاق بفته، یعنی 100%، 1% احتمال داره که مثلا آدم به او آرزوها خوب به این چیزایی که مایه به زندگی برسه، چون مرگ خبر نمیکنه تو چی طفل 6 ماهه بشی، چی 80 ساله بشی، چی 20 ساله بشی. از اون هر قشر سن سال که بشی مرگ بم بخریشتونه، نمیگم مال بد پیش ریش صاحب خوب، این مرگ هم یه چیزی در واقع هم وقتی که ما خوب میشیم انگار بمورم دیگه. هم وقتی که ما خوب میشیم تو هم توی که همال شیشتی این برنامه نگاه میکنی تو چی میفهمی که تو مسیحی، تو یهودی، تو نصارایی، تو مسلمانی، تو سنی، تو شیعی، تو افغانی، تو ایرانی، تو تو چی میفهمی که چی؟ نی برادر بمردی، مرگ هم میتنه مثل همین خواهی چی نمیفهم خلاص تخته که بشد یک چیزی یه نمیشه دیگه. یعنی نسل های آینده به ما خواهند خندید، ولی شاید به شما نخندن، برای من میخندن نسل های آینده. چرا میخندن؟ میگن چی آدم اسکلی بوده، چی آدم بیکاری بوده که هر هفته یک وقت خور 7 ساعت 10 ساعت گیدشته برای یک جامعه که اینا نمایند بفهمن ای چی آدم اسکلی بوده، احمقی بوده، برای من میخندن. پس منطقه ما شانسی داره که به من میخندن، به شما ها چه کار میکنن من نمیفهم. بلو که مفخوری خش و پش خش خش و پش خش چی رقمه؟ چی رقمه؟ خود زدن ها منحرف نشم یک وقتی زدن داریم تا زدن هنی یک زدن ایتیم این وقتی که پر میکنه یاد دادم از آقای راکتیار میای. این هم داره راکت دیار میکنه که بزنه بره به فضا تخته. نگفته چی رقم خود زدنا؟ زدنا شو بیتره یا زدنا روز؟ لطفا اگه میزنیم شو بزنیم، شو خیلی بیتره، سرصدای هم کم تره، روز نمیشه، روز نزنیم خواهشن. ببین ما منحرفیم کلا. منظور من این زنجیر زنی و سینه زنی و اینای شو بزنیم بریم به تم مسجد خود خورم اینتا بزنیم پاره کنیم، یعنی چی روز بیرون میشیم 500 تا اکسره بزن خور ما بین خیابون، یعنی چی؟ این معنی چیه؟ آخه یک نشد عزاداری که در هر سال ما مگر چرا اتفاقا این عزاداریه دیگه، در هر سال ما مگر حداقل چی بفهم یک ما دو ما از عمر خود بگذاریم فقط برای همین زدن زدن ها، شب هم بزنیم روز هم بزنیم. 1400 سال پیش یک بند خدای خودی بچه خالا خوب بچه کاکا خوب قومی خشا خوب جنگ کرده
بعد بجستم نمیفهم باز بیام اون مسار، هر کسی چیزی میگه خلاصه ما بریم خود خوب بزنیم که ایشان شهید خون نمیرفت آقا جان دیگه. چرا من خود 72 نفر برم و جنگ 10000 نفر؟ اینا رو بارها بگفتم، این دفعه هم چون مناسبتش بگفتم. به هر حال توصیه به برادران مسلمان شیعه این هستش که اگر ما این بزنیم خور رو حداقل این فضای اجتماعی رعایت کنیم. خیلی ها شاید دوست نداشته باشن که این بچه‌ها اینا همین یک صحنه از خشونت ببینن. به خورتو برو بزن، کار دور دور بزن، تا سر خو زنجیر بر دو خود خوب بزن. چی میفهم با سینه خوب بزن که سرخ شه، با سر زنجیر تق بسته کو بزن. با تا خیابون بروز روشن به جلو زن باشه مردو. شاید به داخل همو جامعه مثلا 10 نفر همین سیستم خوش نداشته باشن، حق دارن یا نه؟ ای کجا از ای حقوق بشره؟ چرا خورمگه ما بزنی؟ برای چی باید بزنی؟ البته گفتم زدن تاریم تا زدن معمولا مثل که شوا جمعه از ما خیلی استفاده از ما کنه، یعنی زدنا شوا جمعه قوی تر بوده. چی هم بزنیدن؟ یعنی آدم تروبچی میزید بیتر بود به نظر من. شب پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینه که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. تخته شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. شما میایی مثلا 20 سال، 25 سال، 17 سال، 18 سال دختر خود کلون میکنی به هزاران بدبختی، مثلا 2 تا 3 تا دختر در اینا رو کلون میکنی و خیلی هم دوست داری اونا. بعد همه که ایشان ازدواج میکنه و میرن به پیش این ملاش و ترشبوش کنی خطبه عقد جری میکنه، اسم خانوادگی از اینا دیگه از اون وقت عوض میشه، برو پاسپورت، برو شناسنامه، همه چیز. یعنی تمام همین 20 سال 25 ساله که تو زحمت کشیدی برای همین دختر خوب هم باد هواش پوف شد برد. خب همین خود دیکتاتوری ها برادر، آدم میتونه ازدواج هم بکنه خود اسم خود خوب باشه، چرا حتما باید اسم خود به زیر عنوان یک اسم نرخره بداری بیاری متوی که نمیشتسی نیفه کجا آمده؟ یعنی خیلی دیگه لکس بوده، لکس بوده و چه خاله تو نافه به اسم عزیز بودیدن. تا تیر کین روان شد ناگه تو را نشان شد، تا تیر کین روان شد برای من واقعا خیلی جالبه. البته من کپی میگم از یک عکس برای من فرستادن که در همه ایام عاشورا و تشریق و محرم و نمیفهم 23 و 25 و 28 و 400 و 20 و اینا در چی هست دیگه میفهمیم چیا منظور منه. اینا مثلا آشپز، برخکش، دیگه مواد غذایی که اونایی که میارن، فراشان، نراشان، خلاصه از هم از اون سیر تا پونه هم میگی اینا به حساب افتخاری کار میکنن، یعنی به حساب عقایده که دارن مجانی. هم دو که نسبتا از این داستان ها خوب پول میگیره، یعنی درآمد نه دیگه، یک همون آخونده، یک همون مدا، اینا پولو انگفتی هم میگیرن. تو بشی همونجگاه خور بزن همیته. تا تیر کین روان شد ناگه تو را نشان شد، تا تیر کین روان شد پولا خورم برو تحویل کن. که چرا ای؟ من چون آقایی تو بر اساس این خبر دختران بیش از 22 مقام ارشد طالبان در قطر، پشاور و کراچی درس می‌خوانند، در حالی که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محروم شدند. بنابراین گزارش، دو دختر سهیل شاهین و 3 پسرش در مکاتب دولتی دوحه تحصیل می‌کنند و دختر بزرگش هم عضو تیم فوتبال است. عرض کنم خدمت حضور انور و عرض کنم خدمت حضور انور و اسقر شما که
در یکی دو هفته که گذشت سیلاب کل اون منطقه رو فرا گرفته بود و نشانه های ما از معجزه هم دیدیم. واقعا معجزه ها همیشه که نباید مثبت باشن، بعضی معجزه ها منفی هم، یعنی برعکس عمل میکنن. دختر قلندر عباد وزیر ساعت‌نامه‌ی طالبان دکتر است و در شفاخانه در اسلام آباد کار میکند. ما دیدیم که در ایران در یک منطقه فکر کنم نزدیکای تهران آقای نمیفهم کجای امامزاده داوودی ما داشتیم که ایشان معجزه آسا سلوی آمد اینا رو بدش بود. همین گونه دختر شهر محمد عباس استانگزای تحصیلات عالی خود را در قطر در بخش طب به پایان رسانده است. نگرفتیم، معجزه شد واقعا، یک معجزه بسیار بزرگ به شرط کسی بفهمه. اتفاق افتاد که ایشان نمیتونست مثلا یه هم قادر مثلا یه هم کور و فلج و اینا رو شفا بده، بعد یک ذره هم مرید داشته باشه، یک ذره هم درآمد انگفته که دیگه میگن خود هلیکوپتر میرفتن خیلی میکرد. به هر حال ایشان سیل بیامد وردش ببرد. دختر چهار عضو برجسته کمیسیون نظامی طالبان مصروف آموزش مدرن در پشاور هستند. دیگه معجزه کردی واقعا، معجزه کردی که واقعا شما هیچ گونه دستور عمل در کار نداریم، یعنی شما فقط شیشتی میجی خودی چیز میزه خود بزی میکنیم، قبر هم خود تیار کردیم مردم هم بیان پولا خوب بودم، یعنی دیگه مردم تا حالا نیدم که یک ذره درآمد داشته باشه. ما زنده ها اعمال گاهی وقتا آخر ما اجاره خونه خورم اینا کم میاریم، مرده یک ذره پول داره، تو بیا پرتغال فروش پیدا کن. نگرفتیم، ما این بگیریم ما این نگیریم به ما چی؟ گفتم آیندگان به ما میخندن، خواهن خندید. کات تخته. و همچنان اکثر رهبران ارشد طالبان زن دوم و تحصیل کرده گرفتن. این بخش خودش رو سیاسی میکنیم که ما یکی 20 سال حضور امیر جناب آقای حضرت حجت الاسلام و المسلمین الحاج آمریکا صاحب به چیز بود، به چی میگن کشور ما حضور نظامی، یعنی خود 500 کشور دنیا بیامده بود به کشور ما. بعد از تقریبا چیزی حدود 10 سال بن لادن رو پاکستان پیدا کرد. اینا رو بگفتم منتها چون مناسبت داره ما بگم یک دفعه دیگه. ایشان از پاکستان پیدا کردن، خب پیدا که کرده بودی دیگه بیرون میشیدی دیگه، خلاص شد دیگه کار تو، دیگه تو برای رفتن کشتن از او رفته بودی بیرون نشدن. بعد مثلا 10 سال دیگه هم 12 سال دیگه هم تیر شده. ما خودم شخصا همین ابن موازی المنازی چیه امنیت نمیفهم اسمش چیه، امن مشو زوایری یا چه چیزی اسمو از اینا که به ما نمیزاد نمیخورد، طرف عربه و کتاب کشور من نمیفهم چه گیج میشه آدم. به هر حال این به همون جیم که بودم نتونست سمیر بزنن، اصلا کسی از این سنی از این نمیخون که کی هست این چی یک دفعی خلق بیرو کردن. من نمیفهم همین هر چی که اینا همین از این غالبان و همین تا اینا که میبینین نگه مثلا ملا ایدر غلام رسول و عنی و اینا یعنی گم میشن اینا، مثلا اون ملا عمر عشقی ندید، این که دیگه هم کالی آمده پشت خور میکنه برای مردم، این هم عشقی ندید، این بن لادن هم این هم عشقی ندید، این هم که ما نهیده چلیده چیزای ما. تا تیر کین روان شد ناگه تو را نشان شد، تا تیر کین روان شد ما شون ما بارها بگفتم این دفعه هم میگم مار خر سراخ، یعنی خر تیار کرده، اما ایتنیه که ما خر سراخ کرده باشم، یعنی ما خود خریم. البته صد احترام به خرهای عزیز، ما میبینیم که مثلا خود ما همیتی یک بازی های سیاسی داره انجام میشه. بعد از گوشنگی نون، یعنی الیسکی نون ریچی نداریم، بعد بخت اصلا شوت، بعد هر ساله بیایم دک شله تیار کنیم برادر، بیایم خود شما شله بخوریم که آقا 1400 سال پیش تخته کردن کله کردن.
یک ده شب هم بشینیم خور بزنیم، باز یک ده شب هم دهی فاطمیه داریم به چند روایت، یعنی یک ماه از سال فقط دهی فاطمیه برادران شیعه دارن. البته با احترام به شیعیان و با احترام به سنیان عزیز، کلن با احترام به کل هم از گرد سره دیگه، مجبور آدم احترام بگذاره چگاه کنه دیگه. چریده چیزای ما خود تونم سخید دراز میگم، چریده چیزای ما با اون شیشته نگاه میکنه بخیک. آدم های زیرک نه ببخشیم، آدم هایی که میگم قد تنهایی تا کمک پخش هسته، اینا نصف اینا به زیر زمینه. این همیشه آقا ما میگفت یادون خیلی میگفت آدم هایی که کمک قد تنها کتره، اینا آدم ها زیرک هست. یعنی آدم هایی که خر رنگ میکنن اما جا قنری میفروشن، زیرک همین معنی میده، زیرن دیگه، زیرک هست، از زیر دفیق قلوب بیدو میشن. آدم هم که قطع نرمال دارم اونا دراز میگن. ببینید یک بحث همینجی در رابطه با همین سینه زنی و زنجیر زنی و اینا بگم که در کشور مثلا مثل افغانستان حالا اجازه نمیدن برای برادران شیعه یا همون شیعه که اینا بیان داخل خیابون خور بزنن و زنجیر بزنن و خونریزی، خلاصه بیدین دیگه. این خبری من خیلی جالبه که در کشوره که یعنی اینا دیگه خور از برادران عرب هم پیشتازتر در عرصه اسلام میدانن، برادران شیعه اجازه ندارن دیگه از این به بعد بیان داخل خیابونا مراسم خور انجام بدن. خب ضمن اینکه خود من واقعا با این مراسم و برگزاری و مخالفم، اما سوال به اینجیه که چرا مثلا در کشور مثل اروپا، در کشورهای اروپایی، در آمریکا حتی برای همین برادران اجازه صادر میشه که اینا واقعا بیان به تن خیابونا و بزنن خود، در صورتی که همه کارا به اینجی شما اینجوری یک زنبوری حتی ببینن که تو کشتی تو جریمه میکنن، توف به تن خیابون در بعضی خیابونا بندازی جریمه ای. یعنی من فکر نمیکنم دیگه توف ما اینقدر برای طبیعت و برای جامعه ضرر داشته باشه که اینایی که میان داخل خیابونا خور زنجیر میزنن و پدراخو بیرون میکنن میزنن یا حسین یا حسین، اینا دیگه اینا ضرر نداره، اینا اجازه دارن فعالیت بکنن. این برای من خیلی جالبه، گرفتیم منظورم چیه؟ یعنی منظورم اینه که در کشورهای اسلامی خیلی از برادران شیعه اجازه ندارن مثلا بیرونشن به خیابونا، نمیفهم احتمالاً خیلی هم اجازه دارن. به هر حال در کشوری که غالبان فعلا حضور دارن و اینا نمایندگان دیگه اصلی خداوند متعال هستن، بعد همین شیعه هم باید برای خداوند رای رضای خداوند متعال باید برن خور بزنن، بعد نمایندگان خداوند متعال اینا پیشگیری میکنن از این قضیه، بعد در کشور کفار کار اجازه. این خیلی جالبه. برای جالبی دیگه برای من چیه که اصلا در کشورهای اسلامی دیگه ادیان اجازه فعالیت ندارن، نگرفتیم مثلا کلیسای آنچنانی وجود نداره به ادیان دیگه مثلا برخورد میشه، حتی خیلی در افغانستان که اصلا فراموش کنیم این چیزا، طرف هم کلمه چیز میزه خود بگه میگن بگیریم که کافره بکشیم. به هر حال در اونجی همچین چیزا اجازه نیه، اما کفار محترم اجازه میدن. این بره من جالبه. و آیا همین کفار حال فکر بکردن ما مثلا اجازه داریم بریم به کشورهای اسلامی مثلا بریم در قلب تهران یک کلیسای مثلا خیلی همت بزرگی بزنه؟ نمیشه. اما اینا اجازه دارن برادران مسلمان در اقصا نقاط اروپا و آمریکا برای خود حتی مهدیه داشته باشن، تکیه خانه داشته باشن، مسجد داشته باشن، انواع و اقصا. همین 7-8-10 سال میشه که اجازه گرفتن که بیان داخل خیابونا هم در واقع این دموکراسی رو به نمایش بگذارن.
ای آزادی بیان و نمایش بگذارند. ادامه خبرها. بر اساس گزارش تازه، دختران بسیاری از رهبران و مقامهای طالبان سرگرم تحصیل در مکاتب و دانشگاه‌های مدرن در خارج هستند. روزنامه پرنت گزارش می‌دهد که دست کم یکی از این دختران در تیم فوتبال مکتبش نیز بازی کرده است. بر اساس این خبر، دختران بیش از 22 مقام ارشد طالبان در قطر، پشاور و کراچی درس می‌خوانند، در حالی که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محروم شدند. کدوم اک بیتر به نظر شما؟ ای که بریم مته خیابونا خورق بزنیم، یعنی که بریم مته مسجد بزنیم. من اگه واجه همی غالبان می بودم مثلا، من خودت نمیشه از غالبان نمیشه همچین انتظار دیشت، چون این همون حکومت جمهوری اسلامی ایران هم منطقی سنی و نه شیعه و فرق نمی کنه، یعنی در واقع خر همون خرم، فقط پالون یعنیش شده منطقی اینا رو از او دیگر رقم خرا چیز هم. خرا خیلی مثلا بدتره. من اگه با جو از اینانی بودم اصلا بم تکیه خونه هم این قضیه ممنوع میکردم. هنی در روزی که وقت میگذاریم مثلا میشینیم به خاطر یک شوله یک زرخور میزنیم و هم میگیم راه رضای خدا میریم چای میدیم بگیریم چای بخوریم، آخه همبستگی که به همی کنیه. شما هم اونایی که همونجا شیشتیم تمیز شروع تسویه خور میزنیم بیروشیم از مسجد بگیم من دخترم با شفاخونه بستری هم یک سری به ما بده، میگه خدا بده. آخه ما که عزیز هم دیشیم دونه فری خور برای خدا میزدیم که دیگه میزدیم به ما بداد خدا بگو به تنبل که بده. ایده چیزای ما شما هرچی ما میریم خور به تنبل مسجد ها میزنیم چی میفهم؟ زنجیر بزن، گوسفند بکش، مکه برو، ما رمضان کو، ما غلام حسن کو، غلام حسین کو. اینا دیگه به حساب عبادت و ثواب ما قبول دارن دیگه، اینا خیلی ثواب میکنیم ما که کارا رو بکنیم. من نمیفهمم چرا این خدا عنده متعال ثواب های بدن به کفار.